دو هفته مانده به انتخابات مجلس ایران، دوباره بحث شرکت یا شرکت نکردن در انتخابات داغ شده. آیا تحریم انتخابات اهمیتی برای جناح حاکم در ایران دارد؟ سلام بر شما، خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. نه به انتخابات. این روزها این کلید واژه بسیاری از بیانیه‌ها و فراخوان‌هایی است که فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران منتشر می‌کنند. نکته قابل توجه اما این بار همگرایی و همصدایی نیروهایی است که تا به حال به تحریم انتخابات تن نداده بودند و معتقد بودند حتی در قالب حاکمیت جمهوری اسلامی تنها راه رسیدن به دموکراسی صندوق رأی است. یکی از این بیانیه‌ها که اکثر امضا کنندگان آن نیروهای ملی مذهبی هستند، انتخابات پیشرو را نمایشی و فرمایشی خوانده و میگوید تنها راه رهایی از استبداد دینی تغییر موازنه قدرت در صحنه سیاسی ایران است. آیا نفس رأی ندادن میتواند منجر به موازنه قدرت شود یا هدف از تحریم انتخابات تنها رساندن پیامی به گوش رهبر ایران است؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. سه مهمان داریم: منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان از لاهه هلند، ناصر عاملی مقدم، فعال سیاسی اصلاح طلب از مشهد، و کاوه آهنگری، فعال سیاسی از بروکسل. با ما هستن، خوش آمد میگم به همه شما. خانم شجاعی، اجازه بدید با شما شروع بکنیم. شما از امضا کنندگان بیانیه هستید که همین فعالان ملی مذهبی منتشر کردن، تعداد زیادی هم اون رو امضا کردند. چه شد که به این نتیجه رسیدید و هم فکران شما که در حالی که نیروهای مخالف و اپوزیسیون خارج از کشور سالهاست، دهه هاست که بر تحریم انتخابات تاکید می کنند، هم فکران شما مخالف این مسئله بودند، چه شد که حالا تصمیم گرفتید که باید حمایت بکنید از اون؟ با سلام و تشکر، من ابتدا یک یادآوری بکنم که این بیانیه نه فقط به دست نیروهای ملی مذهبی، بلکه همطور که خودش هم گفته، بیانیه گروه های تحول خواه، جمهوری خواه، تحول طلب، تحول خواه هستند. بنابراین ترکیبی است از نیروهای ملی مذهبی و نیروهای تحول خواه، و این در واقع الگوی مدلی برای عبور مسالمت آمیز از حکومت دینی به برای گذار به دموکراسی. و این بیانیه برای اولین بار از طرف این گروه داره در واقع در میاد که نه به انتخابات، تحریم انتخابات، و اینکه چرا حالا. شاید این سوالیه که باید از حکومت جمهوری اسلامی کرد به جای اینکه از تهیه کنندگان این بیانیه کرد، برای اینکه همطور که خودتون هم اشاره کردین، اکثر تهیه کنندگان این بیانیه کسانی هستند که از ابتدای دوران اصلاحات معتقد به رأی دادن بودند. حالا گاه این رأی دادن به شکل اعتراضی بوده، گاه این رأی دادن در قالب مطالبه محوری بوده، ولی همواره دوران انتخابات رو تبدیل کرده به دورانی برای حضور مردم تو خیابون، جنبش‌های مطالبه محور در متین‌ترین شکل سیاسیش، در متین‌ترین شکل مدنی خواست خودشون رو به گوش حکومت رسوندن. ولی حاصل این 22 سال در واقع حضور مسالمت‌آمیز و این متانت سیاسی، جز سرکوب، جز دستگیری و جز این که تمام نهادهای انتخابی از موضوعیت خارج بشه و تبدیل بشه به نهادهای تحت فرمان ولایت فقیه، حاصلی نبوده. بنابراین این بیانیه راه حلیه برای گذار از حکومت ولایی که توجه در واقع ویژه داره به خواست مردم، به قدرت مردم، به ویژه در جنبش‌های اعتراضی اخیر ما شاهد یک همصدایی هستیم. و دقیقاً با تحریم انتخابات چطور به اون هدف میشه رسید؟ ببینید، اینها روش‌های تغییر، روش‌های الگوهای تغییر برای
گذار مسالمت آمیز به دموکراسی که اینا در جهان تجربه شده. به طور مشخص ما این رو در اروپای شرقی، در بهار عربی، البته در تونس، در لهستان، در شیلی ما این رو دیدیم که در واقع وقتی که قدرت مردم زیاد شده، وقتی که توازن قدرت به نوعی رسیده که مردم خیابان رو ترک نکردن، دولت هم مجبور به عقب نشینی میشه. برای اینکه سه راه وجود داره در واقع، یا اصلاحات درونیه که تجربه نشون داده موسمش گذشته، یا براندازی و شیوه های انقلابیه که خوشبختانه الان با تحقیقات بسیاری که رو جنبش های اجتماعی شده و با بلوغ مدنی اکثر مردم جهان، این شیوه های انقلابی براندازی که منجر به خشونت میشه، تا اونجایی که ممکنه سعی میشه استفاده نشه مگر از طرف حکومت تحمیل بشه به جامعه. و سومین راهش انتخابات آزاده. این انتخابات آزاد گزار مسالمت آمیزه، گزاری که در واقع منتها شرطش اینه که ما جامعه مدنی قوی داشته باشیم، شرطش اینه که اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های صنفی، جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی در تسخیر خیابان تقویت بشن. و موسم انتخابات همیشه موسمی بوده که جامعه حساس بوده بهش، و این موسم، موسم تسخیر خیابان، تسخیر مجدد خیابان و توسط مردم معترضه که یک ماه پیش هم تو خیابان بودن، الان هم این بهانه ایست، دستاویزی است برای طرح خواستشون به طور مسالمت آمیز برای استعفا رهبری و انتخابات آزاد. آقای عاملی معدم، میدونم که شما بیانیه رو به احتمال بسیار زیاد خوانده اید و احتمال زیاد شما هم با بخشای از این بیانیه موافق هستید، اما آیا با نتیجه گیری هم که از این بیانیه میشه موافقید؟ بله، عرض کنم خدمت شما که اولا من مقدمتا عرض کنم که من به عنوان سخن، چون به بحث انتخابات و توصیه و توصیف وارد میشیم، این مقدمه رو لازمه بگم که من سخنگوی اصلاح طلبان نیستم، یک فرد اصلاح طلبم، البته با احزاب اصلاح طلب کار میکنم و موضع اکثریت اصلاح طلبان رو عرض کنم آنطور که میفهمم بیان میکنم. نه، من با تحریم انتخابات موافق نیستم، به دلیل اینکه ما در مقام تحریم و تجویز و فتوا دادن در این مورد نیستیم. ما میتوانیم شرایط رو توصیف کنیم و به مردم وابگذاریم که مردم خودشون تصمیم بگیرن. منتها با بخشی از فرمایشات خانم موافقم و اون این است که ما در واقع به یک فصل جدیدی رسیدیم، و اون فصل این است که تقریبا ما تمام راه‌های ممکن رو تاکنون، همه راه‌های نرفته رو تاکنون رفتیم برای اینکه حسن نیت خودمون رو به مردم و به حاکمیت برای تغییرات قانونی و در چارچوب قانون اساسی اثبات کنیم. متاسفانه بخشی از حاکمیت در جمهوری اسلامی به این حسن نیت اصلاح طلبان پاسخ مثبتی نداده و کار رو به جایی رسوندن که ما واقعا ازمون امکان لیست دادن ساقط شده. چرا؟ چون امکان رقابت نداره، و انتخاباتی که درش امکان رقابت وجود نداشته باشه از معنای خودش توهی میشه. منتها ما به مردم نمیگیم در انتخابات شرکت نکنید، ما به مردم میگیم ما به عنوان بخشی از شما امکان ارائه لیست و امکان ارائه نامزدهایی که در واقع بسامد مواضع و صدای ما باشند و صدای بخشی از مردم که بدنه اصلاح طلبان رو تشکیل میشن میدن باشند رو نداریم. این امکان از ما گرفته. این چیزی که شما میفرمایید در واقع کاملا شبیه همان چیزی است که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان دیروز اعلام کرد که لیستی نمیدیم، اما در عین حال به کسی هم نمیگیم که در انتخابات شرکت نکنه. ولی این آیا انفعال نیست؟
نه انفعال نیست، به دلیل اینکه در واقع فعالیت سیاسی در ایران منحصر به عملکرد ما نیست. ما می توانیم فضا رو برای دیگران باز بکنیم. اولا کاندیداهایی که ما می شناختیم و بنا داشتیم معرفی کنیم رد شدن، ولی کاندیداهایی که در نامزد هستن منحصر به نامزدهای ما نیستن. مردم می توانند بالاخره دیگرانی به جز نامزدهای اصولگرا هم الان باقی ماندن در این لیستی که از نامزدها می بینیم؟ بله، ولی خیلی کمن و پیدا کردنشون دشواره. خیلی کمن و همین بنبستی که به وجود آمده برای ما همینه. و در واقع ما میدونید چرا ما تحریم رو نمیپسندیم؟ چون نهاد انتخابات رو مورد هدف قرار میده. نهاد انتخابات اگر مورد هدف قرار بگیره، بعد در واقع یکی از پایه های امکان همون گذاری که خانم شجاعی فرمودن رو ما از دست میدیم. ما الان موافق با زدن نهاد انتخابات نیستیم. ما الان امکان عرض کنم نقدمون به روند انتخاباته، نه به خود امکان انتخاب. ما اگر بیایم انتخابات رو تحریم کنیم، عملا از تنها مفر و تنها در واقع امکان موجودی که برای تغییر مسالمت‌آمیز و قانونی داریم باید دست بشوییم و به عنوان یک اصلاح طلب نمیتوانیم. آقای آهنگر، اجازه بدید شما رو هم وارد بحث بکنیم. شنیدید صحبت‌های خانم شجاعی رو و آقای عاملی مقدم رو. در این حال همفکران شما و نزدیکان شما سالهای سال هست که در انتخابات‌های یکی بعد از دیگری شما خواهان تحریم این انتخابات بودید. چیزی خواسته ای که به نظر میرسه در انتخابات پیش رو حداقل اقشار بیشتری از جامعه دارن به اون روی خوش نشان میدن، آیا از این مسئله خوشحال هستید؟ ببینید، من هم به صحبت‌های این عزیزان جایی که مطرح کردم و هم در بیانیه یک نکته‌های جدی داریم که و من به عنوان یک جمهوری‌خواه فدرالیست اجازه میخوام الان که دو به یکی شدیم یکم بتونم این مسائل باز بکنم. این بیانیه و این مواضع نظری و سیاسی هم این دو تا بزرگوار و هموطن عزیزم و هم این بیانیه نقص‌های بنیادی داره. شما تصور بفرمایید که خانم شجاعی به 22 سال اشاره میکنه، یعنی مبارزه سیاسی ایرانیان برای برپایی دموکراسی فقط محدود به 22 سال و اصلاح طلبان میشه. انگار نه انگار که در 40 سال گذشته از روز اول کردستان خون داده، بلوچستان قربانی داده، اهواز کشته داده و هر روز داره هزینه میده. انگار نه انگار این جنبش دموکراسی خواهی که در حاشیه ایران وجود داره جزء جنبش دموکراسی خواهی ایران هست. حتی در بیانیه به کرات اینو شما خیلی به وضوح مشاهده میکنید که تمام جنبش ایران در مرکز و در چند مقطع خلاصه شده: تیر 78، 88، 96، 98. انگار نه انگار که ده ها هزار انسان در حاشیه ایران برای رسیدن و احقاق حقوق بنیادی ابتدایی و اساسی خودشون جونشون رو از دست دادن و این جان دادن و این زندانی شدن و این شکنجه شدن جزء مبارزه برای دموکراسی در ایران نیست. این یکی از نقایصی که خیلی به این طیف فکری چه که این بیانیه و چه این دوتا عزیز و چه همفکران و پیرامون این دوتا عزیز. دومین نکته که خیلی مهمه، این دوستان انگار که اصلا مسائل سیاسی یا اون گیم سیاسی و یا اون معادلات سیاسی رو به خوبی هنوز درک نکردن. مثلا بعد از 40 سال برمیگردن میگن
ما به مردم محول میکنیم. خب نقش یک رهبر سیاسی، یک حزب سیاسی، یک گروه سیاسی، یک جریان سیاسی لیدینگ و رهبری مردمه، نه اینکه بعد از 40 سال و این همه هزینه‌ای که به مردم، به ایران، به ایرانی و حتی به جهان، به ویژه به منطقه تحمیل شده رو بگیم دیگه مردم شما که ازتون یک خاکستر بیشتر نمونده، شما که همه داغ دارین، شما که این همه هزینه رو دادین، حالا بیاین خودتون دیگه. بازم انتخابات رو تحریم نمی کنیم، شما باز خود دیگه خودتون می دونید. سومین نکته و عیب اساسی این بیانیه و نظر این دوستان اینه که اینا اصول رو گم کردن. یک انسان سیاسی، یک حزب سیاسی، یک جریان سیاسی باید اصول داشته باشه. اصول یک انسان دموکرات اصول جهان شموله. شما نمیتونید بیاید از روز اول تا 40 سال همه این اصول جهان شمول که روزانه پایمال میشه، مثل دموکراسی، مثل انتخابات آزاد، مثل آزادی تعصب، مثل آزادی بیان، مثل پلورالیسم، مثل تولرانس و و همه منشور حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی که با بانگ آشکار بدون تعارف از طرف جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی رد شدن و دشمنی خودشون رو خیلی راحت بدون هیچ تعارفی در میدیاهاشون با دموکراسی، با حقوق بشر اعلام میکنن، بعد میاییم همراهی میکنیم، بعد از 40 سال میگیم حالا که مثلا اینجوری شد شما مردم بفرمایید. آیا انگلی ولی استقبال نمیکنید از اینکه به هر حال گروه های بیشتری پیوستن به اون چی که شما سالهای سال میخواستید؟ نه، ما استقبال میکنیم، ولی استقبال از چون فکر شق و لقی هم نمی کنیم. ما از روز اول دونستیم که جمهوری اسلامی یک رژیم دیکتاتوری، یک رژیم غیر دموکراته، چه کلیت پکیج جمهوری اسلامی. پس از روز اول عدم همراهی خودمون رو به خاطر چی؟ به خاطر درکی از دموکراسی که داشتیم. ما از روز اول میگفتیم که آزادی تحزب باشه، نه اینکه 40 سال متمنع بشیم به حساب بهره‌مند بشیم از وجود جمهوری اسلامی، به انهای مختلف وزیر بشیم، معامل وزیر بشیم، رئیس جمهور بشیم، سفیر بشیم، یک کاری بشیم، بعد که حالا تیغ سانسور جمهوری اسلامی یا بیت خامنه‌ای به گردن ما رسید، این دفعه بگیم نه دیگه تحریم، دیگه رأی نمیدیم. این به درد مردم نمیخوره. اجازه بدید پاسخ دوستان رو بشنویم. اجازه بدید اول آقای عاملی مقدم، شبیه صحبت‌های آقای آهنگری رو من در صحبت‌های دیروز آیت الله خامنه‌ای هم میشه دید. در یک بخشی از صحبت‌های دیروز آیت الله خامنه‌ای میگه که نمیشه شما که وقتی اسم خودتون از صندوق رأی درآمد، ظاهراً هم اشارهش به آقای روحانی هست، اون رو بپذیرید، اما زمانی که خودتون نبودید در روی برگه اون وقت ناراحت باشید و اعتراض بکنید. فکر میکنید شرایط این گونه است؟ چون شبیه این رو آقای آهنگری هم دارن میگن. ببینید، ما که موضعمون روشنه، ما آماده بودیم که در انتخابات شرکت کنیم. این امکان رو به ما ندادن که معلوم بشه که کسی به ما رأی میده یا نه. ممکنه مردم رأی ندن. اگر اجازه میدادند که شما در انتخابات شرکت بکنید، آن وقت هیچ اعتراضی به چیز دیگه ای نداشتید؟ چرا، ما به روندهای غیر دموکراتیک در کشور اعتراض داشتیم، ولی اگر این امکان رو می داشتیم که نامزدهای خودمون رو به انتخاب مردم بگذاریم، باز هم در انتخابات در واقع لیست می دادیم. ببینید، ما مشکلی که الان داریم این است که در اینکه گفتم یه فصل جدیدی باز شده، احساس ما این است که ما نمی توانیم نامزدهای مطلوب خودمون رو عرضه کنیم. ما تجربه دوره گذشته رو داریم، افرادی رو به ریاست جمهوری رسوندیم، افرادی رو به پارلمان فرستادیم، به خاطر عرض کردم ابراز حسنیت با حاکمیت و یک نوع دیالکتیک مثبت با حاکمیت که و گفتیم که ما از سقف خواسته های خودمون عدول میکنیم برای که امکان این گفتگو برای حل مشکلات کشور فراهم بشه. بعد در ادامه دیدیم که حضرات مانع عملکرد اونها شدن، به علاوه مسئولیت کاندیداهایی که در واقع کاندیداهای ما نیستند ما باید بپذیریم. این بار ما تصمیممون این شد که فقط به کاندیداهای خودمون رأی بدیم. اگر اجازه دادن کاندیداهای در تراز اصلاحی وارد انتخابات بشن، ما در انتخابات شرکت میکنیم. اگر این اجازه و این امکان وجود نداشت، که البته اجازه ندادن یک رفتار غیرقانونی است، نظارت استثنایی به این شیوهی که داره اجرا میشه
غیر قانونی است و غیر حقه، ولی به هر صورت اگر این امکان برای ما به وجود می آمد ما در انتخابات شرکت می کردیم. درباره فرمایشات دوستمون آقای آهنگری هم عرایضی دارم اگر لازمه الان بگم. بفرمایید کوتاه لطفاً. بله ببینید آقای آهنگری فرمایشاتشون مفروض به یه فرضیاتی است که در ذهن خودشون وجود داره، اینکه در حواشی کشور عده‌ای سالها دم از دموکراسی زدن. من منظور ایشون از حواشی متوجه نمیشم. بله یه عده مردم در حواشی کشور محرومیتایی دارن، ولی با گلوله در حواشی کشور در کردستان کومله و دموکرات، چند وقت پیش اتفاقا دیدم دبیرکل دموکرات با حزب کومله با خود بی بی سی مصاحبه میکرد، میگفت ما از عربستان سعودی از اسرائیل کمک مالی میگیریم. این رو در واقع حرکت در روند تحقق دموکراسی نامیدن، به نظر من کم لطفی به دموکراسیه. من عرضم این است که در انتخابات های طی همین 22 سال بیشترین آرا رو به اصلاح طلبان همین حواشی کشور دادن و به علاوه مردم الان ناراضی هن. این قبول، ولی اصلا به نظر من معناش نیست که تن به روش های از آن دست که برخی از تشکل ها در حواشی کشور ارائه میکنن. مردم ناراضی در این حال در عرض کنم مراسم سوگواری مرحوم سلیمانی هم میلیون ها میلیون نفر شرکت میکنن. ببینید ما باید با واقعیت های جامعه ایران روبرو بشیم، نه اینکه آنچه که خودمون از بیرون میبینیم رو مفروض بگیریم و مبتنی بر اون حرف بزنیم. متشکرم خانم شجاعی. آقای آهنگری در انتقاد از بیانیه شما میگن که شما مادرات سیاسی رو گم کردید، پاسختون به اون چه هست؟ من ضمن در واقع تشکر از فرصتی که میدید، این میخواستم به آقای آهنگری بگم که ببینید موضوع بحث انتخابات، موضوع بحث شرکت کردن یا نکردن در انتخابات. هر زمانی که موضوع بحث حقوق اقوام باشه، من قطعاً از حقوق اقوام، حداقل شناسنامه‌ای که من و امضا کننده های دیگه این بیانیه دارن، نشون میده که ما چقدر روی مسئله حقوق اقوام باید کار کنیم و جدا از این ماجرا نمیدونیم. بنابراین بهتره که بحث ها دو قالب خودش، دو چارچوب خودش پیش بره و تداخل موضوع به وجود نیاد. این از این. در مورد این که الان در واقع چرا به این نتیجه رسیدیم، من باز هم میگم نهادهای انتخاباتی از موضوعیت خارج شده و ضمناً کشور، یعنی یک مملکت، یک سرزمین پادگان نیست که همه موظف باشن یک روی کرد و یک نظر و یک روش رو پیش ببرن. تمام زیبایی جهان به تنوعشه، به تنوع آرایشه. هر کسی به نسبت علاقه و روشی که داره و سلیقه‌ای که داره پا تو میدون مبارزه میذاره. این میدون مبارزه یک وقت ممکنه قهرآمیز باشه، یک وقت ممکنه مسالمت‌آمیز باشه، یک وقت ممکنه با توجه به جنبش‌های مدنی. بس بحث بر سر اینه که ما کدوم راهو داریم الان روش کار میکنیم. الان فصل انتخاباته، ما باید برگردیم کارنامه انتخابات خودمون رو نگاه کنیم. اگر من میخواستم نگاه تاریخی بکنم، من باید از حق رأی باطل شده یه زنان از جنبش مشروطه میگفتم، نه از 22 سال پیش. ولی چارچوب بحث رو خواهش میکنم حفظ بکنیم، به دلیل اینکه بتونیم بپردازیم به این مسئله. خانم شجاعی، یک جمله از بیانیتون رو میخونم که میگید ما به لحاظ فکری و هم به لحاظ عملی مخالف دامن زدن به سرابهای همچون دلبستن به قدرت‌های خارجی و دخالت آنان برای ایجاد تغییر در ایران هستیم و خب خواستار فعالیت‌های مدنی، اعتراض‌های خیابانی و همینطور مشخصاً تحریم انتخابات شده. چطور فکر میکنید که بدون کمکی از خارج از کشور و تنها با رأی ندادن و اعتراض هایی که مرتب سرکوب میشه، چطور فکر میکنید اون تغییر ممکن از دل همین حسه سخت قدرت در جمهوری اسلامی بیرون بیاد؟ من قبل
قبلا هم اشاره کردم که اینها الگوهایی بوده که در کشورهای دیگه اتفاق افتاده. برای به طور مشخص توی لهستان اتحادیه‌های کارگری با حزب حاکم که حزب کمونیست بوده به این نتیجه میرسن که انتخابات آزاد بشه و این در واقع بر اساس یک الگویی بوده که بدون دخالت خارجی بوده و ضمناً این بیانیه و این روی کرد، یعنی اصلاً گفتمان تحول خواهی در واقع اتکاش به نیروی مردمه، اتکاش به حضور مردمه، اتکاش به استمرار جنبش‌های اعتراضیه. تجربه نشون داده که هرچند مبادله قدرت وجود نداره، هرچند حکومت و دستگاه سرکوبه و سرکوب کرده، به خون کشیده اعتراض ها رو، ولی پر شدن خیابون از مردم معترض متمدن همیشه بزرگترین خطر برای یک حکومت سرکوبگره، به شرط اینکه در واقع اتفاقا حکومت اتکاش به خارج، به نیروهای خارجی نباشه. اجازه بدین من یه مثال برای شما بزنم. وقتی که آقای سلیمانی ترور شد به دست امریکا، دختر ایشون صحبتهایی کردن در مراسم تشییع ایشون یا در مراسم بزرگداشت ایشون بود، دقیق به خاطرم نیست، و ایشون انتقام پدرشون رو خواهش کردن، خواستن که انتقام پدرشون بود در نماز جمعه، بله، انتقام پدرشون رو عمو نصرالله و عمو بشار اسد بگیرن. اون میزان از مردم، اون میزان از برادران و خواهران هموطن که در اون تشییع جنازه شرکت کرده بودن، یعنی پشتوانه ایشون نیستن. یعنی این حکومت، گفتمان غالب بر این حکومت نشون میده که اتفاقا اوست که به نیروی خارجی متکیه، اوست که عمو نصرالله و عمو بشار اسد رو نیاز داره برای تشدید سرکوب و برای سرکوب مردمش. یعنی در واقع این موازنه قوا اگر تغییر کنه، حکومت این رو در واقع تحمیل کرده به مردم که روش‌های قهرآمیز بده، و الا مردم دارن از دولت خودشون میخوان که تو یک عقب نشینی کن تحت نظر در واقع هیئتی که مورد تأیید مردم باشه، مورد تأیید نهادهای حقوق بشری جهانی باشه، یک انتخابات آزاد صورت بگیره، همه هم بیان تو شرکت کنن، از راست، از چپ، از برانداز. البته توی بیانیه قید شده که بله، کسانی که جنایت کردن، یعنی جرم‌های جنایی مرتکب شدن یا فسادهای مالی داشتن و شناخته شدن به این جرم‌ها در افکار عمومی، در افکار عمومی جهان، بله خب اینها باید در دادگاه‌ها تکلیفشون معلوم بشه. آقای آهنگری، پاسخ شما رو بشه. این بیانیه در عین تنگ نظری نسبت به جنبش دموکراسی خواهی و اعتراضات ایرانیان در سراسر ایران که فقط در چند نقطه و چند نقطه مکانی و تاریخی رو خلاصه شده، یک نوع بیگانه ستیزی یا خارجی ستیزی هم توش هست که چند بار در این بیانیه که شما هم به اشاره کردین، قدرت‌های خارجی، قدرت‌های خارجی، این یعنی عدم درک سیاست امروزی، این یعنی اینکه نمیدونن این دوستانی که این بیانیه رو امضا کردن که جمهوری اسلامی یک معضل فقط ایرانی نیست، بلکه یک معضل جهانی است و جهان در مقابل یک خطری که رادیکالیسم رو، تروریسم رو به جهانی کرده و در سطح جهان گسترش داده و از شرق جهان به غرب جهان با پول نفت و گاز و ثروت و سامان این مردم بیچاره و فقیر به حساب گسترش داده، این یک معضل جهانیه. جهان در مقابل یک نظام استبداد تئوکراتیک دینی تروریستی مسئوله. پس نمیشه گفت اون درست، اما این دوستان فکر میکنم نظرشون این هست که تغییری اگر قرار هست ایجاد بشه باید از درون جامعه بشه و نه اینکه از بیرون تحمیل بشه. خب الان دقیقا در تایید این فرمایش شما یک مثال خانم شجاعی رو میارم که مثلا برای اتکای به نوع مدل مدنی به لهستان مراجعه میکنن. چی شد ما در مبارزه مدنی میتونیم به لهستان تعنی بکنیم ولی در دموکراسی یا در
آزادی نمیشه به آمریکا یا سوئیس یا بریتانیا تعمیم کرد. یعنی من هر دو رو رد میکنم. این نشون میده که این دوستان مطالعه دقیقی روی چگونگی نافرمانی مدنی در واقع ندارن، چون نافرمانی مدنی، من یکی از اون افرادی هستم که روی این موضوع خیلی مطالعه کردم، نافرمانی مدنی در جایی که حداقل آزادی قانونی، من الان آزادم در ایران، یک شهروند آزاده میتونه بره یک آدمو بکشه، این بهش نمیگن آزادی. آزادی قانونی یعنی اصولی که آزادی، حداقل آزادی درش درج شده باشه و دولت که مجری قانونه پاسدار و نگهبان این حق، حداقل حق باشه. فقط در چنین حالتی هست که مقاومت مدنی موفق خواهد شد. شما یک نمونه تاریخی در سراسر جهان رو نمیتونید پیدا بکنید. مثال بیارید که مبارزه مدنی به نتایج و اهدافش رسیده باشه بدون اینکه این حد اقل آزادی قانونی وجود داشته باشه. یعنی در جمهوری اسلامی اجازه بدید من چند تا نکته دیگر هم عرض کنم دوستان فرمودن. این یک. دو، این دوستمون در مشهد به صراحت میگن ما، منظورش ما خودشون، گروه خودشونه، ایشون به صراحت میگن وقتی که منافع ما به خطر افتاده یا ما را سانسور کردن دیگه ما این کارو میکنیم. ولی ایشون چون با اصل مسلم و بدیهی آزادی تحزب به عنوان یه حق ابتدایی برای یک جامعه امروزین موافق نیستن، یک بار این اصلاح طلبا نیومدن یک بیانیه رسمی بدن که آقا این همه احزابو چرا منحل کرد؟ آخه چرا فقط باید احزاب اصلاح طلبی اگر اجازه ورود به انتخابات رو داشتن شما با انتخابات موافقین، اگر احزاب دیگر رو که مخالف این نظام هستن، مخالف این ایدئولوژی ولایت مطلقه فقیه هستن، منحل اعلام شدن، شما هیچ اعتراضی نمی کنی. این نشان میده که شما درک درستی از آزادی ندارید. در مورد اینکه از رهبری نمیدونم از سعودی اینا کمک گرفته شده، اینا چیه؟ این اصلا واقعا من تعجب میکنم اینا رو میشنوم. اینکه در مورد اینکه چرا حاشیه ایران بیشترین رأی به اصلاح طلبان دادن، این دقیقا همون نقطه کوری است که اصلاح طلبان هنوز درک نکردن. یعنی در نبود آزادی حاشیه به اصلاح طلب، در نبود انتخابات آزاد حاشیه به اصلاح طلب رأی داده، به خاطر رأی داده. کی میتونه این ادعا رو بکنه که آزاد، انتخابات آزاد باشه، آزادی تحزب باشه، همه احزاب سیاسی کردستانی و بلوچستان و اهواز و غیره و غیره حضور داشته باشن، بعد مردم کردستان بیان در مقابل مثلا کاندیدای کردها به محمد خاتمی رأی بدن؟ کسی واقعا اصلاح طلبان این ادعا رو میتونن بکنن؟ بله، در نبود آزادی، در وجود ازارت استثنایی، من هم میگم یک کشور رو که توده پوپولیسم داره داد و بیداد میکنه و این مملکت رو به این روز رسونده، 1,000,000 نفر رو سازماندهی میکنن، 2,000,000 نفر رو سازماندهی میکنن، در تشییع جنازه سلیمانی هم شرکت میکنن. این پوپولیزمه، این نبود آزادیه. شما به این مردم آزادی بدین تا خودشون به پای خودشون به تشییع جنازه همچین تروریستی برن، هم اینو نمیشه مبنا قرار داد. ولی دوست عزیز، دوستان اصلاح طلب، واقعیت اون چیزی نیست که در ایران وجود داره. آقای عاملی مقدم، اصولا اونچه که آقای آهنگری مطرح میکنن انتقاداتیه که در چند دهه اخیر مکررن به اصلاح طلبان زده شده. ببینید، اولا توجه داشته باشید که جناب آهنگری وقت بیشتری رو استفاده کردن و نکاتی رو درباره من و همچنین شرکت کننده دیگه فرمودن که من باید به اونها پاسخ بدم. ضمن اینکه همونطور که خانم شجاعی هم اشاره کردن، ما رو از بحث اصلی این اتهام زدن ها خارج میکنه. ما اتفاقا بارها و بارها بر ضرورت وجود گرایش ها و احزاب با تفکرات مختلف در کشور تاکید کردیم. نمونهش هم این است که دوره 8 ساله حاکمیت اصلاح طلبان در دولت، دوران شکوفایی نشر و روزنامه ها و گرایش های حزبی و سیاسی بود و من واقعا تعجب بکنم چرا ایشون این اتهام رو به ما میزنن که ما الان به خاطر اینکه خودمون کاندیدا نداریم انتخابات رو به اصطلاح چی، ما میگیم امکان اینکه لیست بدیم نداریم. این منافاتی نداره با اینکه ما موافق با حضور دیگران باشیم.
این یک نکته. نکته دیگه این که در صحبت‌های جناب آهنگری چشم‌انداز روشنی دیده نمیشه. نهایت آنچه که امثال دوستمون آقای آهنگری میگن این است که ما یا ناگزیریم برای تغییر دست به خشونت ببریم و مردم رو دعوت به درگیری کنیم یا به کمک خارجی ها دل ببندیم، همونطور که در اون بیانیه دوستان ملی مذهبی و تحول خواه ما اومده، در حالی که تجربه نشان داده که نه اون راه پاسخ میده نه تکیه به خارجی ها پاسخ داده. کما اینکه تکیه به خارجی ها برای همین که مناطق حاشیه‌ای کشور پاسخ نداده. همین چندی پیش دیدیم که امریکایی ها با عقب نشینیشون از کردستان ترکیه چه به سر کردها آوردن. آقای آهنگری البته دعوت به خشونت نکردند. ایشون صحبت از انتخابات آزاد کردند و در زمینه انتخابات آزاد شاید حرفشون با خانم شجاعی هم مشترکه. شما وقتی که رأی رو، وقتی نهاد انتخابات رو میبرید زیر سوال، بعد باید قدرت فیزیکی رو جایگزینش بکنید یا کمک خارجی. توی رؤیا که ما نمیتونیم تغییرات ایجاد کنیم. ما میگیم این تغییرات باید به صورت قانونی باشه. حتی اگر ما میخواهیم قانون رو تغییر بدیم باید از روش‌های قانونی باشه. با مقاومت مدنی هم ما مشکلی نداریم. بحث این نیست که مقاومت مدنی نباید کرد. بحث این است که طرف‌هایی که ما رو مورد نقد قرار میدن هیچ راه حلی ارائه نمیدن. ما در کشور از این جمهوریت یک انتخابات برای ما مونده. حضرات به ما میگن آقا این انتخابات رو تحریم کنید. ما میگیم آقا زمانی که بتوانیم از طریق انتخابات و با رأی خودمون در تحولات مؤثر باشیم لیست میدیم. وقتی که نمیتوانیم مؤثر باشیم لیست نمیدیم. این معناش نیست که دیگه هیچ کار دیگری نمیکنیم. کار دیگرمون رو خواهیم کرد. یه تجربه تاریخی رو پشت سر گذروندیم. الان به یک فرازی رسیدیم. در این فراز به مردم گفتیم، هم به حاکمیت و هم به مردم، که آنچه که ما میتوانستیم تلاش بکنیم از مسیرهای قانونی اونها رو اعمال کردیم. از این به بعد بله باید فکر دیگری بکنیم، ولی فکر دیگر ما با فکری که برخی دیگر از دوستان دارن متفاوته. چرا؟ چون اهداف ما متفاوته. ما در درون حاکمیت جمهوری اسلامی میخوایم تحول و اصلاح ایجاد کنیم. دوستان ما میخوان این حاکمیت نباشد. این حاکمیت حتی اگر نخواهد باشد باز از طرق قانونی و با روش‌های مسالمت‌آمیز باید این اتفاق بیفته. ما این تجربه را چند بار توی تاریخ کردیم. ما نه با فدرالیسم در دوران پهلوی موافق بودیم که آذربایجان و کردستان رو نمیدونم فلان میخواست جدا بشه، نه الان موافقیم. نه با روش‌های خشونت‌آمیز در اون دوره اصلاح طلبان موافق بودن که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت، نه امروز موافق، نه اون زمان موافق شجاعی بودن که بر خارجی، نه الان. آقای آملی مقدم حرفتون رو قطع می‌کنم. خانم شجاعی فکر می‌کنید سازوکارهای قانونی در داخل کشور اونطور که آقای آملی میگن، آملی مقدم میگن، همچنان میشه مورد استفاده قرار بگیره برای رسیدن به دموکراسی؟ من قبل از اینکه وارد این بحث بشم ترجیح میدم که پاسخی به حرف آقای آهنگری بدم که به من گفتند که در واقع چرا من مثال لهستان رو میزنم و مثال دموکراسی موجودی مثل دموکراسی امریکا رو نمیزنم. من خواستم به ایشون بگم که مثالی که من زدم مثال مدل‌های گذار به دموکراسی بود، مثال الگوهای تغییر در جهان بود که تونس رو گفتم، لهستان رو گفتم، اروپای شرقی رو گفتم، شیلی رو گفتم. خب ایشون در واقع قیاس مع الفارقه که ما بگیم ما از چه روشی به دموکراسی برسیم یا اینکه بگیم مثلا الگوی ما برای دموکراسی چیه. ما از این طرف یک جریان دیگه ای رو داریم که دخالت خارجی برای، یعنی به عنوان یک مدل برای تغییر. ما لیبی رو داریم، ما سوریه رو داریم، ما عراق رو داریم، ما افغانستان رو داریم و دیدیم که واقعا چه نتیجه دهشتناکی داشته. بنابراین توجه و اتکا به خیزش های درونی، به در واقع تحول خواهی درون جوش، اون چیزیست که ما هنوز بهش معتقدیم. و اینکه اگر که نکته قابل توجه اینجا همین هست که ببخشید، اگر که ما میگیم که الان ما جنبش های اجتماعی، جنبش های در واقع جامعه محورن،
احزاب، سازمان‌های سیاسی، نیروهای در قدرت، اینها قدرت محورن. جنبش مشخصا جنبش زنان از زمانی که از انتخابات 1388 مداخله فمینیستی کرد در امر سیاست، نه کاندیدایی رو معرفی کرد نه نماینده‌ای رو در انتخابات مجلس، برای اینکه اصولا اصلا قصدش این نبود. قصد جنبش این بود که به ویژه 4 سال پیش با کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، زنان برابری خواه رو تشویق کنه برای اینکه وارد حوزه قانونگذاری بشن و جنبش زنان مثل یک پل میان طیف‌های متفاوت جامعه و زنان برابری خواه در حوزه قانون تلاش بکنه. فشار از پایین، مذاکره از بالا، این تز ما بوده. نه نماینده داشتیم، نه چون الان نماینده نداریم تحریم میکنیم، اما نتیجه اون کمپین حضور زنانی مثل پروانه سلحشوری بوده، اما با تمام زنانی مثل شهیندخت ملاوردی بوده، اما با تمام تلاشی که این مجلس در اوج در واقع فشار نظارت استصوابی و شورای نگهبان کرد، به گرانی بنزین اعتراض کرد، حرفش رو گوش نکردن. تابعیت فرزند از مادر رو تصویب کرد، اجراش رو دادن دست قوه قضاییه و نیروهای انتظامی و سپاه. مسئله برجام رو به حرفش گوش نکردن، به حدی که در اعتراضات گرانی بنزین خود خانم سلحشوری گفت برای اقتصاد مقاومتی شما اصلا مجلس رو منحل کنین. یعنی وقتی که این میزان خانه ملت در واقع به چپاول رفته و هیچ نماینده ای از ملت اونتون نیست و حرف ملت پیش نمیره، اینها دلایل میشه که انسان در واقع نگاه کنه. گفته آقای آمالی مقدم که میگن راهکارهای قانونی باید پیش بگیریم و همچنان سازوکارهای قانونی رو باید در پیش بگیریم، موافقی؟ ببینید، راهکار قانونی منظور ایشون چیه؟ اگر ایشون هنوز منظورشون انتخاباته، که ما تا هم در انتخابات هم در واقع بی اختیار بودن مجلسین رو داریم، هم بی اختیار بودن ریاست جمهوری رو داریم، هم سابقه تقلب داریم، مگه چند بار یک مسئله رو باید امتحان کرد؟ و در ضمن الان هم کسی غیر قانونی عمل نمی‌کنه. اعتراضات مسالمت‌آمیز توی اصل 157 قانون اساسی هست، منتها این یک روش دیگره. در واقع این که آدم هیچ کاری نکنه و هیچ چیزی نگه، این شرمندگی در مقابل مردمیه که جونشون دستشون میگیرن میرن تو خیابون برای اینکه جنبش مستمر باشه، اعتراض مستمر باشه و استمرار این اعتراض دولت رو به فکر وابداره و به عقب نشینی وابداره و یک مجلس انتقالی تشکیل بشه و در این مجلس انتقالی، یعنی با انتخابات آزاد، ملت تصمیم بگیرن که چه باید کرد. خانم شجاعی، خیلی کوتاه اگه بفرمایید، تحریمی که مد نظرتون از تحریم انتخابات، نتیجه‌ای که میخواد ازش بگیرید عملا چه هست؟ آیا فکر میکنید فقط در حد یک پیام فرستادنه به حاکمیت، یا واقعا فکر میکنید میشه ازش یه نتیجه بزرگتر گرفت؟ امید به اینه که نتیجه بزرگتر گرفته بشه و این در واقع یک روش تجربه شده است، یک انتخاب و یک سلیقه گروهی نیست. این روشیه که مبتنی بر تئوری‌های جامعه شناختی، مبتنی بر تئوری جنبش‌های اجتماعی و اتفاقایی که توی جهان افتاده و به نتیجه رسیده هستش. و در واقع من خدمتتونم عرض کردم که موسم انتخابات اصولا موسمیه که حتی جامعه در خونسا‌ترین حالتش که باشه، که الان نیست، در خونسا‌ترین حالتش که باشه، این موقع حساسه برای اینکه پیام به گوش جامعه برسه و یک جور تبادل اتفاق بیفته. این تبادل الان اتفاق افتاده. یک صدا مردم از اعتراض آبان تا الان از داخل زندان، بیرون زندان، دانشجو، تهی‌دست، طبقه متوسط، کاسب خردپا، یک چیز رو خواستن: استعفای ولایت فقیه و گذار از نظام ولایی به نظام جمهوریت و انتخاب آزاد. خب این وقت این رفت و برگشت بین در واقع جنبش‌های اجتماعی و توده‌های مردم داره اتفاق میافته. بنابراین وظیفه جنبش اجتماعی اینه که تقویت کنه استمرار مردم رو در خیابان،
حضور مردم رو، حضور مسالمت آمیز مردم رو. ما نباید گردن بنهیم به تصمیم حاکمیت برای اینکه این مبارزات مسالمت آمیز رو به مسالمت، به مبارزات قهرآمیز تبدیل کنه. آقای آملی مقدم، ببخشید خانم شجاعی. آقای آملی مقدم، بسیاری معتقدند که بعد از آنچه در آبان ماه اتفاق افتاد، مردم اصولا از اصلاح طلبان و اصلاح طلبی گذشتند، اما شما همچنان اصرار دارید و فکر می‌کنید که ممکن هست که مردم رو، حداقل بخشایی از حاکمیت، فکر می‌کنن که میتونن از اصلاح طلبان استفاده کنن برای کشیدن مردم به پای صندوق‌های رأی. چه اتفاقی افتاده؟ فکر نمی‌کنید که باید با یک واقعیت جدیدی در جامعه ایران روبرو شد؟ چرا، اینو فکر می‌کنم. ما خودمون می‌دونیم که در شرایط سختی به سر می‌بریم، ما خودمون میدونیم که به اصطلاح این فرایند جنبش اصلاح طلبی به اون نتایج مطلوبی که ما میخواستیم نرسیده، ولی مگر اونهایی که روش های دیگری دارن به نتایج روشنی رسیدن؟ باز من برمیگردم به فرمایشات جناب آهنگری، مگر اون مبارزات حاشیه‌ای به نتیجه رسیده؟ بالاخره مبارزه سیاسی افت و خیز داره، منتها بحث در اینه که من به عنوان یک عنصر سیاسی مبتنی بر تئوری‌های تحول باید برهان ارائه کنم برای رفتارم. مگر آقای مهندس بازرگان که در سال 60 اون مشکلات رو برش فراهم آوردن و وادارش به خانه نشینی کردن در واقع شکست خورد، امروز جامعه ایرانی میفهمه که آنچه که بازرگان میگفت درست بوده. اون زمان وقتی که اون نقدها رو میکرد به گوش کسی نرفت، ولی امروز جامعه ایران متوجه شده اون برهان و اون استدلال ها درست بود. ما ببینید، مادام که روش های بدیل در مقابل اصلاح طلبی یا تحول خواهی که در برخی در واقع فصولش من با خانم شجاعی اشتراک نظر دارم، در بعضیاش ندارم، مادام که روش های بدیل آینده روشنی رو نشان نده و ما رو احاله به کمک خارجی و نفی روش هایی که خواه نخواه منجر به خشونت میشه، مثل آنچه که در لیبی اتفاق افتاد، مثل آنچه که در سوریه اتفاق افتاد، مثل آنچه که در عراق الان شاهد هستیم، مادام که روش بهتری از این ارائه نکنن، ما بر منطق اصلاح طلبی خودمون پافشاری میکنیم. منطق اصلاح طلبی هم فقط در درون حکومت تعریف نمیشه، فصل دیگری ممکن است در جریان اصلاح طلبی خارج از حاکمیت و حکومت آغاز بشه و روش های جدیدی که باید متفکران، رهبران بهش فکر کنند. آقای آهنگری، پاسخ شما رو بشنویم. ببینید، این بیانیه از سرتیترش رو که نگاه بکنی، یه عدم درک سیاسی بسیار اساسی رو میشه درش دید. میگه که ولایت فقیه مانع اصلی دموکراسی در ایرانه. شما در نظر بگیرین که بعد از مشروطه یک کودتا میشه پهلوی اول، خیلی راحت یک نظام مرکزگرایانه، یک استبداد متمرکز سکولار رو ایجاد میکنه. پهلوی دوم یا پهلوی ها ساقط میشن، خیلی راحت یک استبداد تئوکراتیک، جمهوری اسلامی متمرکزگرا شکل میگیره. من فکر نمی کنم نه پهلوی اول، نه پهلوی دوم، نه خمینی، نه خامنه‌ای مانع اصلی دموکراسی هستند، بلکه این تمرکزگرایی است، اون ذهنیت و عقلیتی که این بستر رو و این امکان رو میده به ایرانی که راحت بتونی کودتا بکنی یک سیستم متمرکز استبدادی، حالا چه دینی چه غیر دینی. چون در این بیانیه اومده استبداد دینی رو تاکید کرده، انگار که اگر ما یک جمهوری مستبد سکولار مثل ترکیه یا سوریه یا عراق داشته باشیم دیگه مشکلی نداریم. اما در مورد اینکه این دوستان تاکید میکنن هر دو گرامی، که من بحثو به حاشیه میبرم، من نمیدونم مجلس مگه برای قانون گذاری نیز، مگه قانون اساسی و قانون گذاری ربط به همه مسائل نداره؟ پس چجور شد که بحث الان مثلا مسائل ملیت های دیگر رو میاریم شد بحث حاشیه‌ای در رابطه با در این حال انتقاد دیگه، انتقاد دیگه از شما اینه که راه حلی ارائه نمی کنید. الان عرض می کنم، اما اینکه میفرمایید که اتفاقا بعدا همین بود، اینکه راه حل ما از روز اول هم گفتیم، الانم میگیم، آنکه راه حل ارائه نمیده و هنوز چهاردستی چسبیده به جمهوری اسلامی زیر عنوان‌های بی‌معنی مثل تحول‌خواهی، همین عزیزان هستند. وگرنه ما یک جمهوری سکولار دموکراتیک فدرال می‌خوایم، برنامه از این مشخص‌تر. دو،
در رابطه با این برچسب هایی که میزنن که احتمالاً مثلا این خشونت آمیز این نمیدونم جمهوری اسلامی رو باید با یک مبارزه چند بعدی به زیر کشید. جمهوری اسلامی رو با رأی نمیشه به زیر کشید، چون جمهوری اسلامی این فرصت رو به مردم نمیده که با رأی ساقط بشه یا عوض بشه. یعنی یک نمونه تاریخی وجود نداره یک نظام استبدادی رو بشه به اون شرطی که عرض کردم که حداقل آزادی وجود داشته باشه، یعنی مردم برن رأی بدن برای این مسئله. ولی نگران این که چیزی شبیه آنچه بر سر لیبی و سوریه اومده اگر بر سر ایران بیاد نیست؟ این بستگی به اون نقطه‌ای داره که من نقطه ضعف این عزیزان میدونم. مثلا شما در نظر بگیرید از جنبش‌های اجتماعی صحبت می‌کنن، ولی می‌فرمایند خیلی سریع که احزاب و سازمان‌های سیاسی معطوف به قدرت هستن. اصلا سیاست منهای قدرت معنی میده؟ مگه میشه در یک جامعه به تغییر و تحول و مبارزه علیه جمهوری اسلامی معتقد بود، به دموکراسی معتقد بود، با یک رژیم مثل جمهوری اسلامی روبرو بود، ولی بگیم احزاب و سازمان‌های سیاسی نه اینا برن کنار؟ تو این بیانیه هست شما فعلا برین کنار، کاری نداشته باشین، جنبش کارگری، جنبش معلمان و دانشجویی برن همه هزینه رو تحمل بکنن. بعدش هم میگه در آخر میگه بعد ما کیک قدرت رو عادلانه بین شماها تقسیم میکنیم. اجازه بدین دو سه تا مطلب مطرح شدن. ببینید خیلی من فکر میکنم شماست آقای خب وقت زیادی هم نداریم آقای آنگری، وقت زیادی نداریم، سریع بفرمایید. وقتی که شما میگین نهاد انتخابات رو رأی نمی ما نفی نمی کنیم نهاد انتخابات رو، انتخابات یک اصل دموکراتیکه، ولی این انتخابات نیست در جمهوری اسلامی، این انتصاباته. انتخاباتی که به زعم شما به قوی تر شدن و چاقتر شدن جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته منتج شده، نه به حاکمیت مردم، پس اینو باید تحریم کرد. شما حتی نمیتونید اینو تحریم بکنید. نکته آخر که عرض کنم که اینکه آیا مبارزه حاشیه، حالا منظور مبارزه ملت‌های حاشیه ایرانه، به نتیجه رسیده؟ بله کاملا به نتیجه رسیده. امروز اکثریت ایران خواستار رفتن جمهوری اسلامی هستن، همون جمهوری اسلامی که شما به عنوان اصلاح طلب جزئی از آن هستید. آقای عاملی مقدم یک دقیقه وقت داریم، سریع بفرمایید. ببینید من عرضم واقعا اینه که این دوستان ما در محکومیت و آن سوی مرزها چنین نگاهی به داخل دارن، خدا نکنه، یعنی بالاخره من نگران اینم که همین نگاه در کشور حاکم بشه و اون اوضاعی که ما پیرامونمون میبینیم رو متاسفانه ببینیم. ما واقعا از همین حذر میکنیم، این حجم از عصبیت و ناراحتی برای یک جریان علیه یک جریان سیاسی که هنوز رهبرانش بعضیا در حصرن، بعضیا در حبسن و ترور شدن بعضیاشون، این همه هزینه داده، وقتی که با ما به عنوان منقدین وضع موجود چنین برخورد خصمانه ای میشه، وای به حال اون مردمی که میلیون ها نفر تو خیابون اومدن چند هفته پیش. خانم شجاعی شما هم سریع ظرف 30 ثانیه اگر پاسختون رو بفرمایید. پاسخ من این هستش که به هر حال ما اتکایمون به نیروی مردم در داخل کشور، به استمرار جنبش هاست برای اینکه توازن قوا بین یک حکومت سرکوبگر و جامعه معترض تنها با استمرار حضور جنبش های اعتراضی در خیابان اتفاق میفته و ما واقعا فکر میکنیم که اگر بشه این اتفاق بیفته و رو به یعنی در واقع دولت عقب نشینی بکنه و از میزان سرکوب یعنی میزان سرکوب رو کم بکنه، چون از این دولت نمیشه توقع اینو داشت که در واقع سرکوب رو قطع کنه، ولی به هر حال تا زمانی که خیابان خالی نماند توازن قدرت به نفع مردم بالا میره، ولی در حال حاضر مردم به دلیل سرکوب مجبور به تسلیم خیابان شدن که الان به خاطر انتخابات مسئله تحریم بهانه ای خواهد شد که مجدداً نیروهای اجتماعی بیان و نظراتشون رو به طور مسالمت‌آمیز در خیابان مطرح کنند. ممنونم از هر سه شما، مسعود شجاعی پژوهشگر و فعال حقوق زنان، ناصر عاملی مقدم فعال سیاسی و کاوه آهنگری هم فعال سیاسی با ما. و ممنون از شما که همراه ما بودید در این برنامه صفحه 2 آخر هفته. شب و روزتون خوش.